درآمدش مهم نیست، ممکن یک 100 تومن هم درآمد داشته باشه ولی لایق زندگی نباشه. حالا شبیه خانواده خودمون باشن، فکر میکنم این کارو بکنم. گرچه شاید دخترم خیلی راضی نباشه، ولی سعی میکنم راضیش بکنم. با هم دیگه کار بکنم، واقعا یه چیز حدود 30-40 تا دستشون بیاد. اونم در شرایطی که مسکن رو داشته باشن. پدری که حالا فرض کنید یه دختر مجرد 20-25 ساله دارید خواستگاه براش بیاد، یا آقا پسری که تقریبا 25 سالشه 30 سالشه، حقوق کارمندیه دیگه، 8 تومن 10 تومن 15 تومن میگیره، آیا شما حاضرید دخترتون رو به اون پسر بدید؟ و از همه مهمتر چه برخوردی با اون پسر دارید؟ حالا اینقدر الان زندگی مشکل شده که فکر نمی کنم با 10-15 تومن امورات یه خانواده بگذره، ولی خب بازم بستگی به خودشون داره که حالا اگر که دختر هم بتونه خودش هم درآمدی داشته باشه، کسب و کاری داشته باشه که بتونن اموراتشون بگذره و اونم پسر خوبی باشه، فکر نمی کنم مشکل خاصی باشه. یعنی حالا من به عنوان یه مادر سختگیر نیستم، من برای دختر خودم هم سختگیری نکردم، اصلا درآمد رو نپرسیدم، ولی به هر حال اینجوری ها بودید که اصلا هیچی نمیپرسن و میگن همین که سختگیری نکردم، واقعا خیلی کنجکاوی نکردم تو این موقع، همین که دیدم پسر خوبی هست و خانواده دار هستن دیگه زیاد سختگیری نکردم. ولی خب به نظر من 10-15 تومن چیزی نیست برای یه امورات، حتی شروع زندگی هم مناسب نیست تا پله پله بهتر بشن، خانواده ها کمک بکنن. درآمدش مهم نیست، ممکن یک 100 تومن هم درآمد داشته باشه ولی لایق زندگی نباشه، مهم این که سالم باشه، سالم بودنش مهمه. ها همطور که ما خودمون قدیم شوهر کردیم با هیچی از صفر شروع کردیم زندگی، خدا هم برکت داد به زندگی، اگه خدا براشون بخواد مسلماً روز به روز ترقی میکنن، انسان باشن، شعور زندگی داشته باشن. بعد دخترتون هم همچین دیدگاهی رو داره یا اولویت اولش درآمده و اون ماشین و خونه و این چیزا؟ واقعیت بهتون بگم، من دو تا از دخترام دانشجو بودن، یکیش دانشجو دانشگاه ارسنجون بود، یکیش هم مردش، رشتهشون هم هر دوشون روانشناسی بالینی میخوندن. یکی از کسایی که اومد خواستگارش دانشجو بود که هم کلاس خودش بودن، نه سربازی رفته بود نه حقوق داشت. من اصلا تکیه رو ایچیا نکردم، دخترم هم بهش دادم، خوشبختانه الانم خدا شاهد با خونه زندگی همه چی هم داره، یعنی 20 سال دارن زندگی میکنن، الان هم دو تا بچه دارن، دو تا بچه‌ش هم خارج از ایران دارن تحصیل میکنن. یعنی فکر میکنید موفق شدن؟ 100%. ببین 10-15 تومن که کمه، من بیشتر روی چیز بودم که در واقع درآمدشون، حالا دختر پسر با هم دیگه کار بکنن، واقعا یه چیز حدود 30-40 تا دستشون بیاد، اونم در شرایطی که مسکن رو داشته باشن. شما ببینید تو شرایطی که با یه در رفتن تیر دلار 3 میلیون بالا میره، نمیدونم فرض کنید طلا همینجور، تأثیر اینا عمدتاً رو همه غذای است و کرایه است و غذا است و نمیدونم عیاب زواب رو همه چیز، و فکر کنم اگه فقط رو 15 میلیون باشه قطعاً بعد مشکلات جدی تو زندگی پیدا میکنن. نه اگه فقط درآمد پسر قد باشه، نه خیلی مشکله، چون هر چقدر هم که بحث عشق و عاشقی و داستانهای دیگه باشه، مسائل مالی من فکر کنم تو زندگی حتی اگه او اصلش هم داشته باشن که حالا توی خانواده درستی باشه، فرهنگ درستی باشه، نمیدونم توقعاتشون معقول باشه، بازم با 15 تومن نه اصلا به جای نمیرسن. من خودم رو میبینم با مای 34 میلیون خونه دارم، ماشین دارم، باز کم میاره یه 15 میلیون که من برای شروع زندگی فکر میکنید مناسب نیست این دارم؟ باید حداقل چقدر باشه؟ خب قبلش بگم که مادرشون اینجا هستن، 100% مخالف بودن. حالا از خودشون میخوایم بپرسیم، آیا خودتون حاضرید؟ آره واقعا اگه انسانیت داشته باشه و شعور و معرفت، عشق حرف اولو میزنه. خیلی راضیم. اینا همش در حد حرفه یا پای عملم بیاد؟ واقعا پای عملم بیاد. آره مثلا حاضر با اسنپ برین این بر اون بر، پیاده بری؟ من
قبول دارم. پیاده روی هم دوست دارم. یه مهمونی دعوت بشی اونقدر تیپتون میلیاردی نباشه. نه اوکیه. سوال خیلی قشنگیه. اگر خودم توان مالی داشته باشم این کارو میکنم. یعنی اگر خودم، چون واقعا میدونم با اون حقوق نمیتونه ساپورت کنه، بنابراین اگر خودم از نظر اقتصادی امکان نداشته باشم، خیر این کارو نمیکنم. ولی اگر توان اقتصادی داشته باشم حتما این کارو میکنم، به خاطر اینکه اعتماد بیشتری نسبت به یک کارمند که حالا وابسته به یک سیستم هست دارم تا یه فردی که آزاد هست. آها، یعنی کسی آزادم باشه 40 50 60 تومنم حقوقش باشه کارمندو، اگر خودم پول داشت، یعنی خانواده متمکنی باشم، قطعا کارمند رو انتخاب میکنم. بعد این حمایتی یعنی چی؟ یعنی مثلا برای خونه و خرج و مخارج بهشون کمک میکنید یا فقط یه مراسم؟ دیدید بعضی ها میگن ما یه مراسم میگیریم بقیهش خودتون. نه فکر میکنم اگه اون فرد اون طرف کارمند باشه و بتونه خودشون نشون بده مشکلی نداره، چون با همدیگه میخوان زندگی رو بسازن. از نظر من موردی نداره که هر جا کمک بخوان انجام بدم. من این برام اولویت بیشتری داره. خودتون حمایتشون. بله. بعد احیانا ای مشکل بهم برخوردن چی کار میکنید مثلا؟ یه سری مشکلات که خودشون مقصر نیستن، حالا یه سرمایه گذاری همه چیزش رو برنامه‌ریزی میکنه، متاسفانه ممکنه با شکست مواجه بشه، قطعا حمایتش میکنم. یعنی اگه بعد از یک سال یا دو سال مشخص میشه که این فرد مسیر درستی رو داره میره یا نمیره، اگه مسیر درستی رفت توی وضعیت فعلی کشور، به نظرم باید حمایت بشه. ولی حالا مسیر غلطی رفت، قطعا دیگه این حمایت ها رو نخواهد داشت. آره، به نظرتون در کل کار عاقلانه ای هست که آدم با 15 تومن بره یه شریک زندگی هم برای خودش دست و پا کنه؟ نه، کلا نه، چون مشکلات بعدی خیلی بیشتر هست. یعنی یه قسمتش با عشق شاید شروع بشه، ولی یه کوچولو که رفتن جلو تهش اینه که نه، مگر بدونه حالا در کنار این کار میتواند کارهای دیگه ای بکنه، امیدی برای کارهای دیگه داشته باشه، وگرنه به نظر من نه 15 تومن نه 20 تومن هیچ کدوم جواب قضیه رو نخواهد داد در دراز مدت. خانواده‌ها که 100% کمک میکنن، چون نمیتونن جوونا همینجوری پیش برن با این وضعیت و با این اقتصاد بیمار ما. ولی خب به هر حال به نظرم سخت گیری هم نباید بشه میگم، ولی خب کم هم هست واقعا، در 15 تومن پولی نیست که. حالا فکر کنم یه آره مصلحتی گفتید که نه، خب بستگی به کیسشون داره. خب میگم که خب نمیشه که همین جوری هم که حالا یه درآمد 10-15 تومانی داره، بعد آنچنان هم پسر خوبی نیست، حالا بعدا در آینده با تحقیق و اینا متوجه میشه که ای بای ما چیکار کردیم. یعنی تنها اولویت اون پوله نیست، شاید هم یکی ماهی 80 تومن 100 تومن درآمد داشته باشه، ولی از نظر ملاک های دیگه مناسبه. بله دقیقا، اینا هم خیلی مهمه دیگه به هر حال. درست. یعنی فقط درآمده نیست که مهمه، خیلی چیزای دیگه هم هست که تو زندگی اینا مهم هست دیگه. حالا ما با یه خانومی قبل از شما صحبت کردیم، یه بغضی کردن، گفتن من خودم 15 تومن میگیرم، همسرم 15 تومن، تازه نمیتونیم زندگی بکنیم بعد از 20-30 سال زندگی، حالا برای شروع زندگی. اون هم جوانای الان دیگه اصلا شدنی نیست. واقعا سخته. من الان بچهای خودم رو دارم ببینم، خیلی با مشقت زیادی سعی میکنن که اجاره خونه رو بپردازن، چه میدونم قبض آب و برق و گاز و دیگه به هر حال هزینه های جانبی و شارژ ساختمون و همه اینا، واقعا خب سخته براشون. سخت به نظر نشدنی نیست، ولی کار راحتی هم نیست. با 10-15 تومن نمیشه، واقعا زندگی به راحتی نمیگذره. شما به عنوان پدری که یه دختر خانم جوان داره، آیا حاضرید به پسری که حقوقش تقریبا 10 میلیون دختر بدید؟ والا خدمتون اصل برای خود من و شاید هم برای خانواده‌ام، فکر میکنم اصالت خانوادگی و شخصیت پسر در درجه اول اولویته. فکر میکنم از این نظر حالا باش کنار بیام و حالا شبیه خانواده خودمون باشن، فکر میکنم این کارو بکنم. گرچه شاید دخترم خیلی راضی نباشه، و سعی میکنم راضیش بکنم انشالله. بالاخره هر کسی اول زندگی سری مشکلات اقتصادی برای همه ما بوده و برای جوانا الان بیشتر خواهد بود، سعی میکنیم خودمون کمکش کنیم که ایشال زندگیشونو بسازن. یعنی ابتدای
پسری که اومد خواستگاری دیدیم بعضی خانواده هستن پدر پاش میندازه رو پاش، خب پسر چیا داری؟ کارت چیه؟ میخوای چی کار کنی؟ پنج سال دیگه چیا داری؟ بله از اونا نیستید که نگاه من فکر 100% سوالا رو که ازش دارم که ببینم برنامهش برای زندگی چیه؟ نه من خب... بیشتر مادیاتی که میپرسم. نه من خودم بالاخره شخصیتی که خود پسر داره، شخصیت خانوادش که از چه خانواده هستن، ای که پربند سعی کنیم همشهری خودمون باشن، بالاخره میدونه فرهنگامون به هم نزدیک باشه. نه او خیلی مسئله بزرگی نیست. تو کلامتون گفتید که حمایتش هم میکنید، درست؟ بله تا چقدر مثلا؟ چجوری چیکار؟ من خودم سعی میکنم تا ایبوتونم مثلا یه شغل دوم برای دامادم دست و پا کنم که میتونه بیاد پیش خودم، بالاخره مغازه دارم، میتونه یه شیفت بیاد در مغازه وایسه با دخترم، با کمک هم ایشالا زندگیشون رو میتونن بسازن، حتما خدا کمک میکنه. اولویت اول این که خود دختر پسر همدیگه رو عاشقانه بخوان و پای همیشون خیلی مهمه. بله 100%. من فکر میکنم اگر مسکن نداشته باشن حداقل یه چیز بین 30 تا 40 میلیون داشته باشن. اگر مسکن داشته باشن مثلا رو 30 میلیون 25 میلیون رو. بعد اگر شما خودتونم تواناییشو داشته باشید، آیا به پسری که حالا لیاقتشو داره ولی درآمدش کمه خودتون کمک میکنید یا نه؟ آره در حد توانم. آره اگه بدونم واقعا اون مسائل اصلی رو تو زندگی رعایت میکنم، یعنی بحث مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی، روابط خانوادگی، خیلی چیزایی که مهمه دیگه. حالا میگم شکل شده که عملا متاسفانه پول حرف اول میزنه، یعنی در واقع تو انتخابا هر کی رو میبینی دنبال اینه که در واقع بتونه یه کیس بهتری به لحاظ مسائل مالی فقط بگیره. اون مسائل بیشتر تو حداقل دوره ما اونا بیس بود و تو ردیفای اول بود، ولی الان فکر میکنم اونجوری نگاه بکنن. من الان خودم پسر دارم، میخوام عروس بگیرم، واقعا سخت دارم، در حالی که ماشین رو براش خریدم، خونه هم براش بخرم. باور کنید نه جدی میگم، نه خودش هم حقوق میگیره، خودش مثلا حدود 16-17 میلیون حقوق میگیره. یعنی فکر کردید دیدید گفتید خودش به تنهایی نمیتونه مالو به خونه و ماشین برسه، تأمین کردین که حقوقش خودش؟ اصلا نمیتونه. الان داشتم تو بهاران که همین الان میومدیم به خانمم گفتم، وقتی نگاه میکنم تو دیوار اپلیکیشنش، خونه 10 سال 12 ساخت 100 متری هست، یه چیز حدود 6 میلیارد تومان. شما با حقوق مثلا حتی 40 میلیون تومان 6 میلیارد کجا میتونی گیر بیاری؟ توش این مای آره بازم کمه، به شرطی که خونه ثابت بمونه، شما هم هیچ هزینه نکنی، یعنی در حدی که ریاضیات بکش. اون ثابت بمونه که نمیمونه. ببین من چون رشته خودم اقتصاد بود و خوندم، بحث اینه که دلار امسال حداقل تا 100 تا میره. وقتی 100 تا بره، درسته دولت یا پول داره کیفش میکنه، ولی بدبختیش مال حقوق بگیریه که عملا در واقع فقط چیزش کمتر میشه، یعنی در واقع کمتر میتونه از مواد غذایی از چیزهای دیگه استفاده کنه. آره هست واقعا هست. خونه ای که من خودم 97 گرفتم حدود 10 میلیون متری، الان متری 100 میلیون دیگه، من پسرم چجوری میتونه بگیره؟ آره یا قربونت زنده باشه. شما چی گفتید؟ من اول عشق مهمه، بعدم اینکه طرف واقعا از ته قلبش منو بخواد، اینم مهمه. و ولی خب زندگی بالا پایین داره دیگه به هر حال. بعد یک ماه همه چی فراموش میشه. شاید. آره. به نظرتون باید حداقل چقدر باشه درآمد هر کسی برای شروع زندگی؟ 20-25. نه حداقلش نه دیگه، حداقل خودتون. حداقل خودم آره 20-25. 20-25 آره. خودتونم کار میکنید تو زندگی؟ آره من شاغلم. نه یعنی برای کمک به شروع. آره من کمکش میکنم 100%. آره از دو طرف واقعا بخوامش، اگه واقعا از سر قلبم بخوامش، یعنی عاشق شده باشم، 100% بهش کمک میکنم. 100%. آره قبول دارم. باید کمک کنیم. 6 صبح با بلندشین بریم سر کار تا 2-3 دیگه زندگی بالا پایین داره. عشق و عاشقیه، یه نفر رو دوست داشته باشم اوکیه. عاشق باشی هر کاری که
خودتون بخواید. دقیقاً کمک میکنه. خیلی عالی. ممنون. خوشبخت باشید. فقط خدا بخواد براشون و خودشون هم عشق داشته باشن، سالم باشن، ها سالم باشن، سالم زندگی کنن. به همه جا میرسه. پس مثلا بعضی خانواده‌ها دیدید اطرافیان دیگه خودتون گفتید اینجوری نیستن. پسر میره خواستگاری میگه من ماهی 10 تومن حقوق دارم، بعد پدر یا مادر یا خود دختر میگه که نه چیا داری، خونه چی داری، اصلا اجاره ماهی خودش 7-8 میلیونه، میخوای چی رو اداره کنی، اصلا من خودم خونه بابام هستم ماهی 2 میلیون لباس میخرم. نه همچین چیزی من اصلا معتقد نیستم. من دختر کوچکمم، شوهرش مهندس مخابرات بود، بعد یه دونه پسرم بود، خدا شاهده، یعنی پدر مادرش رو اصلی که خودش اومده بود به این دختر علاقه پیدا کرده، خودش برای خود زن پیدا کرده بود، پدر مادرش راضی نبودن، هیچی بهش ندن، هیچ کمک مالی هم بهش نکن، ولی حمایتش نکرد اصلا. خودش اومد رو پای خودش ایستاد، اول رفت پلو شوهر خواهر شاگرد شد تو تأسیسات، هنوز استخدام نشده بود. وقت کمکشون اون زمان تقریبا 20 سال پیش ماهش هست من شوهر خواهرش بهش میداد، رفتن یه جور گرفتن برای خودشون با کمک البته ما زندگیشون شروع کردن، هر دوشون موفق. پس فکر میکنید میشه و خودتونم دیدید به عنوان دختر خودتون، فقط علاقه داشته باشن با هم، صمیمی باشن، زندگیشون سالم باشه، همدیگر دوست داشته باشن، خواستای بیجا نداشته باشن، توقع بیجا نداشته باشن، به همه جا میرسن. خدا ارحم الراحمین کمک میکنه. این در کمبود درآمد شکننده نمیکنه زندگی رو؟ نه، اگر علاقه داشته باشن به هم اصلا هیچ ضرری نمیزنه به زندگیشون. بعد تو کلامتون گفتید خودتون هم حمایت کردید، پس خانواده هم اگه کمبودی باشه باید پدر مادرها هم مثلا تو مخصوصا توی موقعیت که گرفتاری ها زیاد شده و تورم صد تورم خیلی بالا هست، سعی کنن پدر مادرها فکر کنن مثلا دوماد هم پسر خودشونه، کمکش کنن، کمک کنن تا خدا براشون بخواد بالاخره اونا هم به یه جا برسه. امیدوارم شما همیشه زنده باشید و سلامت، دختر خانماتون هم خوشبخت. زنده باشید. ممنون. متشکرم. جزء به نظرتون کسی که از نظر مادی ضعیف شروع بکنه اون زندگی سست نمیشه؟ فکر نمی‌کنید؟ خب شکننده بشه. باید ببینیم دلیل اون ضعف چیه. اگر یه مقداری کاهلی خود پسر باشه خب قاعدتاً یه مقداری مشکل ساز میشه. بعضی موقع از تنبلیه که درآمد. بله بله 100%. ولی که پسر جربزش رو داشته باشه و نشون بده به حالا به من چه به خانومم 100% سعی میکنیم. میگم بچه ها جوان ها یه روزا اولین ملاکشون ملاک مادیاته، ولی خب قدر دیگه رو بچه همون تأثیر داریم که حالا بتونیم ذهنش رو عوض کنیم، ولی خب این در صورت که واقعا دختر پسر همدیگر رو به خانه میدونه نگاه اولم خیلی مهمه، او عشقی که تو نگاه اول به وجود میاد، بالاخره پسر از دختر خوشش بیاد و دختر از پسر، خیلی مهمه این مسئله. مهم درجه اول همونه که دیگه با همه سختی ها کنار هم باشن، حالا خانواده هم حمایت بکنن. صد درصد. حالا خانومتون تقریبا نزدیک هستن، آیا با خانومتون هم نظرید یا شما فقط همین؟ نه نه، با همدیگر رو قانع میکنیم، هم من هم خانومم خیلی با هم صحبت میکنیم و منطقی هم صحبت میکنیم. مثلا خانومتون نمیگه برای خواهرم دخترش خواستگار اومده همچین ماشینی داره، نه، شغلی نه، داره نه. میتونه اصلا برای ما عروسی آنچنانی میگه؟ اصلا مهم نیست، من خودم تا اونجا که بتونم حمایت میکنم، بالاخره هم از بچه هم از دامادم، یه دختر که بیشتر ندارم، بالاخره همه زندگی برای دخترمه، حمایت میکنم ازشونه، هیچ مشکل خاصی نیست، مشکل مادیات. این یه خورده سخت میشه. نه قبول نمیکنم. نه 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 قاعدتا قبول نمیکنم، چون میدونی که پختگی دخترها یه مقدار از راستنی بیشتر از پسرها هست. نظرتون چقدر سن؟ معمولا نگاه کنید اختلاف سن همون اختلافی هست که حالا تو اسلام هم گفته پختگی عقلی پسرها با دخترها هست، یه چیز هولوش معمولا بین 6 سال تا 8 سال بهترین اختلاف سنیه که دوتاشون تقریبا در یه سطح باشن و من خودم با این اختلاف سنی کاملا موافقم. حالا اگر مثلا بشه
پسر خوب باشه، اختلافش 2-3 سال هم باز خیلی مشکلی نداره. امیدوارم همیشه سلامت باشید و دختر خانمتون خوشبخت زنده باشی، محبت داری، موفق.